الو، سلام. بله، ممنون. منظورتون طراحی صحنه است؟ بله، عالیه، ولی فکر نمی کنم چیز زیادی از اون روزای تهران باقی مونده باشه. شاید فقط کاخ گلستان و یه چند جای دیگه. نه، من نگفتم نمیخوام این کارو بکنم. خیلی هم جالبه، من این کارو انجام میدم حتما، فقط یکم وقت لازم دارم. باشه؟ نه، باید با یه کارشناس مشورت کنم و یکم از جاهای مختلف بازدید کنم، ولی حتما انجامش میدم. این کارو انجام میدم، نگران نباشید. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید، خداحافظ. خیلی خوب، ببینیم از کجا میشه شروع کرد. اول باید متخصص این کار را پیدا کنم. برای شروع پژوهشم باید شخص درست و با اطلاعات درست پیدا می‌کردم. پس به چند تا کتاب فروشی رفتم که درباره موضوع پژوهشم یکم مطلب پیدا کنم. یک کتاب بود که نظرم را جلب کرد. بنابراین مشخصات نویسندش رو پیدا کردم و روز بعدش باهاش قرار گذاشتم. دکتر مختاری چند ساعتی برام وقت گذاشت تا به سوالام پاسخ بده. اسم تهران از قرن سوم هجری توی متون تاریخی آمده و اونم منتسب است به یکی از مشاهیر تهران که در دربار خلفای عباسی زندگی میکرده و اسمش توی متن آمده. آخر فامیلیش تهرانی داره، ولی خود تهران به عنوان شهر از دوره صفوی شکل میگیره. یک تمدن منحصر به فرد و میراث اسلامی که در عرض بیشتر از 25 قرن شکوفا شده، سنت‌های دلپذیری رو ارائه میده. پایتخت ایران جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر داره که تقریباً شامل 1/6 کل جمعیت میشه. تمام جریانات اصلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در داخل و خارج از تهران انجام میشه و اونو تبدیل به شهر خیلی رنگارنگی کرده. شاه طهماسب صفوی به دلیل اینکه پایتختش در قزوین بوده و ازبک‌ها مرتباً حمله میکردن، منهای نواحی شرقی ایران رو تسخیر میکردن، شاه عباس چند بار مجبور میشه که از قزوین بره برای دفع ازبک‌ها و در تهران اردو میزنه و از همونجا از تهران خوشش میاد و دستور میده که بر گرد روستای تهران یک حصار بکشن. در نیمه دوم قرن 16 این روستای سبز نظر شاه طهماسب رو به خودش جلب کرد. این پادشاه صفوی بود که در سال 1553 میلادی دستور داد برج و باروی دور اون بسازن. از اون زمان تهران حالت شهری رو پیدا کرد که مرتباً در حال رشده. در دوره ناصرالدین شاه میان از روی نقشه باستیون پاریس، اونطوری که معروفه در زمان خلافت میرزا عیسی وزیر، و با کمک یک فرانسوی به اسم بوهلر میان یک خندقی دور شهر میکشن. جمعیت وسعت شهر به 2500 هکتار از 400 هکتار ارتقا پیدا میکنه. شهر داره 12 دروازه میشه، ولی دیگه حصار نداره، بلکه فقط خندق داره، چون اصلا سیستمای دفاعی دیگه تغییر کرده و دیگه حصار پاسخگوی دفاع از شهر نیست. تصمیم گرفتم از قدیمی ترین قسمت تهران شروع کنم که پیشرفت شهر از اون شروع شده. بازار بزرگ تهران. از دوره صفوی جای حصار شهر رو داریم. جای حصار شهر
چون که خیابون شده هنوز باقی است و معابر رو در پنج محله اودلاجان و بازار و سنگلج و ارک. قطارهای بازسازی شده شما رو با قیمت مناسبی به همه جای قسمت شمالی بازار میبرن. هم خرید کننده ها و هم گردشگرها به خوبی از این وسیله نقلیه استقبال میکنن. البته راه دیگه‌ای هم برای دور زدن محوطه بازار هست، با درشکه. هم خوش می‌گذره، همین که شما رو به بعضی از مراکز خرید می‌بره. منطقه بازار خیلی بزرگه. من چند روز کامل و صرف گشتن اون کردم، ولی فقط تونستم قسمت کوچیکی از اونو ببینم. معلوم نیست کار کجاست، ولی بیشتر کار اصفهان بهش میاد، چون قلم قلم اصفهان. خسته و گرسنه یه رستوران خوب و راحت نزدیک بازار پیدا کردم. در واقع یه خونه قدیمی و شاخص تهرانی بود که تبدیل شده بود به یه رستوران. طرح با شکوه داخلی، دیوارها و قوس‌های آجری و کاشی‌های فیروزه‌ای که دیوارها رو تزیین کرده، شما را بیشتر از یک قرن به عقب برمیگردونن. از زمان پایتخت تهران تا سال 1285 که سال توسعه تهران است، یعنی قسمت اول دوره قاجار و دوره‌ای که هنوز معماری تاریخ حاکم هست، نشانه ها زیاد هستن. تا این نشانه رو من به دو دسته تقسیم میکنم. یک بخشی که هنوز فرهنگ ایرانی متأثر از فرهنگ اروپایی نیست، تا میشه تا دوره اول دوره ناصرالدین شاه. مدرسه مروی رو دارین، مدرسه سپهسالار قدیم رو دارین و مسجد امام خمینی رو دارین. مسجد امام خمینی یکی از بزرگترین مساجد تهرانه. این مسجد حدود 200 سال پیش به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شده. نمازخانه اصلی مسجد 2000 متر مربعه. کاشی‌های گلی میناکاری شده هفت رنگ و شاخ و برگ به هم تاب خورده دلپذیر و زیبا مزین کننده دیوارها است. سکو یا منبر سپله‌ای که همه از سنگ مرمر ناب ساخته شده چشم شما رو میگیره. واعظ‌ها سخنرانی و موعظه‌شون رو از اونجا به گوش مردم میرسونن. طول محوطه مسجد 10000 متره. اولین ورودی شمالی شما را 18 قدم مونده به خیابان اصلی بازار هدایت میکنه.
اونجا یه حیاط مربع شکله که دو طرفش دیوارای کوتاه کشیده شده. حدود یک قرن پیش دو تا مناره به این محوطه اضافه شد و ساعتی که بینشونه حدود 25 سال بعد از مناره ها اضافه شد. اینجا نقطه تلاقی مغازه‌دارا و رهگذرایی که با شنیدن صدای اذان ظهر وضو می‌گیرن و برای ادای نماز با یک مرد روحانی آماده می‌شن. Years ago, these houses weren't here. The old Tehran, first built up by Shah Aga Mohammed, the eunuch king, is rapidly growing into a modern capital of an industrial state. Millions of bricks are cut out of the earth to make this progress. It's so hot now in Tehran that they can almost bake them outside. سه تا کانون پیدا میکنه توی هم. یکی همون هسته قدیمی است، یکی هسته ری کهنه که در جنوبه و دیگری هم شمیرانه. اتصال اینها به هم دیگه در دوره مدرن اتفاق میفته که هنوز هم در این دوره زنده میکنه. چهره تاریخی شهر تهران با چهره تاریخی شهرهای دیگر تفاوت عمده داره. من یه روز رفت بودم بالای عمارت شمس‌النهار و عکاسی کردم از محله اودلاژان و خیابان ناصر خسرو. بعد که عکس رو دیدم خودم هم متعجب شدم از دیدنی است. دو تا رنگ غالب بود تو عکسایی که دیدم. یکی عکس این عکس سورنجی، یه چیزی بین نارنجی و قهوه‌ای که مال شیرونیا بود و درختای سرف و کاج. این دوتا ترکیب خوبی با هم میدن. اونا سطوح هندسی خیلی نت دارن شیروانی ها و این درخت ها باعث میشه که اون رنگ ها بهتر دیده بشه. تعجب کردم که شهر تاریخی من یه رنگ و لعاب دیگه ای داره. خیلی به نظرم فانتزی و شادتر میرسید از شهر تاریخی که قبلا تصور میکردم. یکی از بزرگترین عمارت‌های مرکز تهران کاخ گلستانه که زمانی یک محل اشرافی بوده، ولی الان هم یک باغ شگفت‌انگیز و آروم در اون وجود داره و هم موزه‌ای که اشیای دوره قاجار در اون به نمایش گذاشته میشه. کاخ گلستان در قلب مرکز تاریخی تهران قرار گرفته. این کاخ در ابتدا در دوره حکومت خاندان صفوی ساخته شده. این کاخ بعد از رشد و توسعه بیشترین خصوصیاتش رو از قرن 19 هم به دست آورد. زمانی که به عنوان اقامتگاه سلطنتی و مقر قدرت خانواده قاجار انتخاب شد. The design and the structure of this part of the palace is combination of Iranian and European art. For example, you see the stucco working, tile working, mirror and everything. We can say that it's pure Iranian, but the structure and the design is inspired by Vatican Library. Oh wow, Vatican. Especially about the arc, I mean. Mm-hmm. And the tiles are so unique. Yes, of course, and the color of these tiles is typical colors of Qajar period. It's a museum here, huh? We can say that it's the first museum in Iran, the Royal Museum. Mm-hmm.
It was not open for public, but we can say still that the first museum of Iran was here. And the this, and who made these lights? It's from Venice. They're huge and beautiful. Yes. Venezia. The white one is Bohemian from Czech Republic, uh-huh. And this colored one is from Venice, Italy. مجموعه دستاوردهای معماری و هنری ایران دوره قاجار رو به نمایش میذاره که نشان دهنده هنرهای ایرانی به همه دنیا است. این کاخ فقط به عنوان مقر فرماندهی دولت قاجار به کار نمی رفته، بلکه به عنوان محوطه اقامتگاه بازآفرینی و مسکونی هم استفاده می شده و همینطور مرکز هنری قرن 19 هم. عمارت بادگیر در طی سلطنت فتحعلی‌شاه در حول و حوش سال 1806 ساخته شد. بعدها بازسازی‌های عمده از جمله تغییرات ساختاری در این بنا صورت گرفت. دو اتاق بزرگ در دو طرف این ساختمان واقع شد. زیباترین پنجره شیشه ی کاخ گلستان در این اتاق مرکزی قرار داره. بیرون 4 برج بادگیر هست که کاشی‌های آبی و زرد و سیاه و یک گنبد طلایی داره. این برج‌های بادگیر به منظور جریان یافتن باد خنک در داخل بنا ساخته شدن. ۸۴ معیرون ممالک ساختمان شمس الاماره رو می‌سازه در درون ارک. این یه ساختمان بلندترین ساختمان تهران است یا اولین ساختمان بلند تهران است. قرار استش که از دو تا برجی که این ساختمان داره هم شهر دیده بشه، هم اون پس زمینی البرز و کوه. شمس الاماره یا ساختمان خورشید شگفت‌انگیزترین بنای کاخ گلستانه. از اینکه ناصرالدین شاه برای اولین بار به اروپا سفر کنه، فکر ساختن یه بنای بلند به ذهنش خطور کرد. این شاه ساختمانی رو می‌خواست که چشم‌اندازهای گسترده‌ای از شهر داشته باشه. جوری ساختمان طراحی میشه که این خانواده سلطنتی بتونن و شاه بتونه که بیرون رو ببینه، مردم ببینه، کوه رو ببینه، ولی اهالی ارک و محل اولاجون که همسایه ساختمان شمس الاماره هستن نمیتونن که تو رو ببینن. این ساختمان دو برج مشابه داره. در نمای خارجی چندین تاغنما، کاشیکاری های مرکب و پنجره های آراسته به چشم میخوره. این ساختمان ترکیبی از معماری ایرانی و اروپاییه. و
مترادف با این اعیان و رجال شهر هم شروع میکنن برای خودشون ساختمانهایی به سبک اروپایی ساختن. شما در اروپا هیچ کدوم از این ساختمان ها رو نخواهید دید اگه برید تمام اروپا رو بگردید. 150 سال پیش صدر اعظم امیر کبیر دستور داد میدان توپخانه در یک زمین مربع شکل ساخته بشه. پیش از ساخته شدن این میدان گلوله‌های توپ و سلاح‌های سنگین در این منطقه نگهداری می‌شد. ساخت این میدان که یکی از اولین مسیرهایی که قسمت قدیمی تهران رو به قسمت امروزی اون متصل میکنه 10 سال طول کشید. خیابان انقلاب در شمال، خیابان شوش در جنوب، خیابان کارگر، سیمتری در سیمتری نظامی بوده و میشه سیمتری کارگر، سیمتری نظامی در غرب و خیابان 17 شهریور فعلی که اسمش یه چیز دیگه شهباز بوده اون هم در شرق تهران. شهر قاجاری محدود به این 4 خیابون میشه و بعد توسعه پیدا میکنه در جهت شمال تا بولوار آب کرج که اون موقع اسمش آب کرج بوده، بعد میشه بولوار الیزابت و بعد هم میشه بولوار کشاورز. تیر یک خیابان قدیمی در جنوب تهرانه که نمادی از اتحاد رو در بین مذاهب مختلف ایران به نمایش می‌ذاره. چون تعدادی از مراکز مذهبی و زیارتی در اینجا قرار دارن. اقلیت‌های مذهبی در این کشور قرن هاست که با آرامش در کنار بقیه مردم زندگی می‌کنند. معبد ادرین به دست تعدادی از زرتشتیان هندی تأسیس شد. معبد متشکل از تعدادی ساختمان یک طبقه و یک سالن اجتماعات دو طبقه است. بعد از گذشتن از درب اصلی یک راهرو شما رو به یک فضای مستطیل شکل میبره که ساختمان اصلی معبد در اون قرار داره. زرتشتیان ایرانی آزادانه تعهدات مذهبی خودشون رو در اینجا انجام میدن. وقتی توی ساختمان هستید باید موهای خودتون رو بپوشونید. آتشی که در حجره میانی معبد وجود داره از زمانی که معبد ساخته شده روشن نگه داشته شده. ساختمان بانک ملی حدود یک قرن پیش به دست محمد معمارباشی ساخته شد. این زمانی بود که سبک‌های تازه اروپایی با معماری ایرانی ترکیب شد و در ساختمان‌های دولتی به کار گرفته شد.
عمارت ترکیبی از معماری تاریخی ایرانی از دوره هخامنشی و سبک معماری باروکه که در کلیساهای اروپایی استفاده می‌شد. از سال 1307 تصمیم میگیرن که علاوه بر این ساختمان پست یک پارک شهر هم برای اینجا درست کنن، بهش میگن باغ ملی. استایل باغ مثل باغای فرنگی است و قراره که توش تجهیزات بیارن که نمایشگر دوران تجدد باشه و اروپایی شدن چهره شهر. این باغ از سال 1307 تا 1312 دوام میاره. چنارهای معروف تهران علاوه بر زیباتر کردن این مکان تاریخی، تصویر ایدئال ایران رو حفظ می کنن. بناهای قابل ستایش عمارت از جلو با فضای سبز و کوه اغلب پربرف البرز و از پشت با آسمان آبی آراسته شده. شهر نشانش تفاوت پیدا کرده. شهر به استایل یک شهر جدید در آمده. امروز باغ ملی هم مورد بازدید رهگذرها و بازدید کننده های کنجکاو قرار میگیره و هم کارمندان دولتی که در بعضی از ساختمان های نزدیک کار میکنند. ساختمونی که الان کنارش ایستادیم اسمش از سردر باغ ملی توی افکار عمومی و تهرانی ها، ولی اسم تاریخش از سردر میدون مشق. تعدادی ساختمان در این محوطه واقع شده که قدیمی ترینشون قزاق‌خانه است، محل سکونت سربازها و فرماندهای قزاق که حدود 160 سال پیش ساخته شده. طبق قراردادی بین ناصرالدین شاه و تزار روس، سربازهای قزاق در ارتش ایران خدمت می‌کردند. اولین هواپیمای نظامی اینجا میشینه، اولین دوچرخه‌ها رو دوتا بچه انگلیسی تو اینجا سوار میشن و راه میبرن. قاتل ناصرالدین شاه میرزا رضا کرمانی در اینجا اعدام میشه. در هیچ کجای ایران نمیشه یک مکان تاریخی رو با چنین قسمت‌های بزرگی در یک شهر پیدا کرد. محل هم به عنوان یک مکان تفریحی برای شاه استفاده می شده و هم جایی برای تمرینات نظامی. شاه سربازان خودش رو در حال انجام تمرینات از عمارت قزاق‌خانه تماشا می کرده. ساختمان وزارت امور خارجه حدود 80 سال پیش با بکارگیری سبک نئوکلاسیک رضا شاه ساخته شد. این ساختمان ترکیبی از معماری قبل از اسلام و سبک قاجاریه به همراه چند عنصر اروپایی. گابریل گورکیان ایرانی ارمنی این ساختمان رو با الهام از کعبه زرتوش و نقش رستم بستان فارس از دوره هخامنشی ساخته. پشت سر ما این ساختمون اسمش کاخ شهربانی است. 1311 شروع شده، 1316 به اتمام رسیده. طراحش
میرزا علی مهندس بوده که یکی از معماری تحصیل کرده ایرانی بوده. ساختمان شهربانی قرار بوده که نماد قدرت حکومت مرکزی باشه برای مدیریت بر عرصه اجتماعی. حالا بیایید از باغ ملی که این روزها زیاد شبیه باغ به نظر نمیرسه بریم و از یه باغ واقعی در یه جای دیگه تهران دیدن کنیم. به باغ فرمانیه خوش آمدید. باغ یکی از معدود بناهای باقی مونده از دوره قاجار در تهرانه. میتونیم بگیم که یک باغ نمونه ایرانیه که در شمال تهران واقع شده. مساحتش هلوش 70,000 متره و شامل درختانی هست که عمدتاً پهن برگن، مثل چنار، افرا، نارون، گردو و درختان سوزنی برگش، همون کاج تهرانه که خیلی نسبت به آب و هوای تهران تقریبا مقاومه. به این دلیل میگن باغ ایرانی که یه سری از خطوط مستقیم استفاده شده. تپه و ماهور توش نمیتونید ببینید. درخت‌ها خیلی نزدیک هم دیگه کاشته شدن و اکثرا هم به صورت ردیفی هستن. و این علت کاشتن درخت‌ها به این صورت به خاطر اینکه نیاز به سایه داشتن به اصطلاح در اون فصل به اصطلاح تابستون. ساختمونی داشتن به نام کوش و همین صورتی که الان ملاحظه میکنیم دوره قاجار. ادامه این آبنما یه مسیری داریم که آب میره به سمت پایین و دوتر که به اصطلاح میگن اینو خیابون مرکزی که باغ رو به دو قسمت چپ و راست تقسیم میکنه. به محض اینکه وارد باغ میشید از تمام شلوغی و شتاب پایتخت ایران رها میشید. ما الان قسمت‌های مختلفی تو همین باغ داریم که این تقریباً نشأت گرفته از زمان سابقه. یعنی سابق سعی می‌کردن که تمام مایحتاج خودشونو از توی این باغ تأمین کنن. ما الان مثلا باغ سبزی داریم که یک سری از سبزی‌های ایرانی یک سری از مثلا بذور خارجی هم در حقیقت به دلیل استفاده که این ازش میکنن ما میکاریم اینا رو. و یه قسمت باغ میوه داریم که تو باغ میوه سعی شده که اکثرا میوه‌های ایرانی باشه در حقیقت، چون سازگار با این آب و هوا. توتیا در خیلی بالا پرواز میکنن، یه مقداری پایین تر کلاغا پرواز میکنن. سالهای گذشته دیگه به دلیل این ساختمون سازی ها مینا ها هم به اینجا آمدن و ما یه تنوع زیادی از پرنده در حقیقت اینجا داریم. مفهوم حقیقی سبک زندگی ایرانی بوده، صلح و آرامش. به همین خاطره که هر چیزی که در هر گوشه از این باغ استفاده شده به شما کمک میکنه که همچین احساسی رو داشته باشید. باغ فرمانیه که بر اساس الگوهای باغهای پارسی ساخته شده سیستمهای آبیاری کارآمدی داره به نام قنات. دیواره های قنات روی سطوح شیبدار ساخته شدن و زمانی که شیب کم بشه
آب از زیر زمین خارج میشه. به این قسمت مظهر گفته میشه و جایی که آب بالا میاد. قنات از کوه‌ها شروع میشه و زمانی که به سمت شهر میاد به تمام خونه‌های سر راهش آب میرسونه. دیوارهای خانه ییلاقی اصلی با کاشی‌های رنگارنگی تزئین شده که عکس شاهان و فرمانداران گذشته ایران به خوبی در اونها نقش بسته. اساسیه و اشیای این اتاق به شما کمک می‌کنند در طول زمان و تاریخ سفر کنید. بعضی از این اساسیه به نیمه‌های دوره قاجار برمی‌گردند و بعضی از اونا به فرهنگ ایتالیایی. It's a real privilege as the ambassador of Italy in Tehran to be able to enjoy such beautiful premises. This property is mainly a garden, a very big ancient traditional Persian garden in which you can find a few buildings of the Qajar period, second half of the 19th century, but really the main nature of the place is the garden and its typical Persian architecture. It's also a big responsibility having the duty to preserve it, to maintain it, so both the Iranian people and our guests can enjoy it. And the very idea of this place is to share the beauty of the Persian garden together with the Italian hospitality and the quality of the Italian food and way of life. دیپلمات‌های برجسته ایتالیایی در طی تقریباً 80 سال گذشته، یعنی از زمانی که باغ رو خریدن، ساکنان اصلی این باغ بودن. روزها آپارتمان‌های بلند جای خانه‌های ویلایی با ایوان‌های بزرگ رو گرفتن. جمعیت زیاد و قیمت گران خونه مردم رو مجبور کرده که به جای زندگی در خونه‌های شبیه به این، در آپارتمان‌های کوچک زندگی کنن. وقتی که در شهر دور میزنید، در هر گوشه از اون متوجه نشانه هایی از پیشرفت های مدرن میشید. مقامات رسمی شهر برای برآورده کردن خواسته های روزافزون ساکنان پایتخت تلاش زیادی کردن و پروژه های متعددی را انجام دادن. ساختمان‌ها و برج‌های بلند با طرح‌های مختلف ایرانی و متنوع در همه جا دیده میشه. در پروژه‌های شهری، بزرگراه‌ها، پل‌ها و تونل‌های پیشرفته‌تری در حال ساختن. اینا همه به تهران یک چهره جدید و یک خط افق منحصر به فرد می‌بخشه. و
ولی عصر خیابانی در تهرانه که دو طرفش با درخت خط کشی شده و این کلان شهر رو به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده. خیابان ولی عصر از راه آهن تهران در جنوب شهر شروع میشه و تا میدان تجریش در شمال ادامه پیدا میکنه. طول ولی عصر از جنوب تا شمال بیشتر از 19 کیلومتره و در همه ساعات شلوغه. این خیابان یکی از شاهراهای اصلی تهران و طولانی ترین خیابان خاورمیانه است. خیابان ولی عصر خیابان اصلی مرکز خرید تهران و کل کشورم به حساب میاد. دوره بعدی که از دهه 1960 میلادی در اروپا و 1350 به بعد تو ایران بحث شروع میشه، بحث بومگرایی در معماری. مدرنیستا خسته میشن از اینکه این و این سوال مطرح میکنه، مگه میشه همه دنیا رو با یک معماری ساخت؟ پس بهتر این هستش که به فرهنگای بومی توجه کرد، توجه دوباره به تاریخ بعد از اینکه یه تاریخ گریزی مدرنیست انجام دادن و بعد دوباره توجه کردن به تاریخ. تو ایران دستاوردهای زیاد داشته و تو اینا برج آزادی یک نقطه شاخصه. این معماری هم مدرنه هم به تاریخ توجه داره. معمار ایرانی حسین امانت برای طراحی این اثر تاریخی که ترکیبی از معماری ساسانی و اسلامی بود برنده مسابقه شد. ساخت تاریخی برج مقام شهید در الجزایر از نظر طرح عمومی و جزئیات شباهت زیادی به این اثر داره. در ساخت این بنا از 8000 بلوک سنگ مرمر اصفهان استفاده شده. این سنگ ها همه توسط قنبر رحیمی که به عنوان سلطان سنگ ایران شناخته می شد تهیه و مستقر شد. این ساختمان 50 متر طول داره و کاملاً با مرمر سفید مزین شده. Everything here is Iranian. The material, the workmanship, everything. It was took in 30 months to complete this tower. شکل هر بلوک توسط یک رایانه محاسبه و برنامه ریزی شد تا در تمام دیوارهای ساختمان به کار گرفته شد. دروازه ورود به ایران که در سال 1971 کامل شد، شهیاد یا یادبود شاه نام گرفت. از زمان انقلاب اسلامی این برج، برج آزادی نام گرفت. The
exterior includes 25,000 pieces of stones from Joshagani, Isfahan. 25,000 pieces on the exterior. On the exterior. Wow. این برج به منظور نشان دادن شکوه تمدن ایرانی ساخته شده و به عنوان دروازه‌ای برای خوشامدگویی به مهمانان پایتخت به کار میره. طاق نصرت یا طاق پیروزی نشانه از مهمان نوازی ایرانی و احترام اونها به مهمان هاست. و به همین خاطره که این برج در کنار فرودگاه واقع شده تا به همه مهمان ها خوش آمد بگه. مثل هر اثر تاریخی دیگه ایرانی، زمین های گرونی که اون رو احاطه کردن به عنوان محلی برای برگزاری جشن ها، رژه ها و رویدادها و فعالیت های دیگه فرهنگی در نظر گرفته شدن. بنای جدیدی هم در سالهای اخیر به تهران اضافه شده. یه برج دیگه، برج میلاد. ساخت برج میلاد در شمال برج آزادی در سال 2007 کامل شد. این برج ششمین برج بلند دنیاست. از دو هفته تهرانگردی و بازدید محلها و صحبت با کارشناسا، حالا دیگه دارم احساس میکنم که به اندازه کافی یاد گرفتم که بتونم این صحنه رو طراحی کنم یا حتی تو یه سریال تلویزیونی بازی کنم. با این حال هنوز خیلی از جاهای تهران مونده که باید دید.